بینندگان محترم سایت جهانی امداد قهرمانان، سلام عرض می کنم خدمت شما بزرگواران و این مژده رو براتون دارم که امروز در خدمت خانم لیلا رجبی هستیم. ایشون قهرمان پرتاب وزنه هستند و ازشون خواهش می کنم که خودشون رو برای شما معرفی بفرمایید. سلام عرض می کنم خانم رجبی، محبت می کنید خودتون رو برای بینندگان ما معرفی کنید؟ منم خدمت شما سلام عرض می کنم. لیلا رجبی هستم، عضو تیم ملی دو میدانی در رشته پرتاب وزنه. خانم رجبی، راجع به سوابق ورزشیتون برای عزیزان بیننده ای ما بفرمایید. من از 14 سالگی رشته پرتاب وزنه شروع کردم و الان 18 سال سابقه در رشته دو میدانی دارم. بسیار عالی، سابقه خیلی طولانی اصلا بر شما. خانم رجبی بفرمایید که چی شد به ایران اومدین و در ارتباط با مسلمان شدنتون، چون من شنیدم که شما به دین اسلام تشرف پیدا کردین، محبت میکنین توضیح بدین؟ من سال 1384 به غرج بیاشن شدیم و سال 1386 ازدواج کردیم. دیگه از همون سال من در ایران زندگی میکنم. خب قبل از ازدواج مسلمان شدم و درباره اسلام آقای رجبی برای من خیلی توضیح داده بوده و این انتخاب خودم بوده ببخشید و این اجباری نبوده، چون ما میتونستیم هم در بلاروس ازدواج کنیم، اونجا زندگی کنیم و میتونستم اصلا مسلمان نشم. خب این یه افتخار خیلی بزرگه برای ما ایرانی ها و برای ما مسلمان ها که شما در واقع تصمیم گرفتین در کنار ما و با ما باشین. خانم رجبی عزیز، در ارتباط با اینکه همسرتون مربی شما هستن، حستون رو راجع به این مسئله برای ما بفرمایید. این خیلی خوب است، به خاطر اینکه همسرم الان ما 8 سال که داریم زندگی میکنیم، شاید بهتر از همه منو میشناسه، درک میکنه، در تمام مرحله زندگی بهم خیلی کمک میکنه و با ایشون که تمرین میکنیم حس خیلی خوبی دارم. بسیار عالی، ما هم خوشحالیم. در مورد جایگاه بانوان در مسابقات آسیایی و المپیک بفرمایید، شما این جایگاه رو چطور میبینید؟ الان تو چند سال اخیر دو میدانی ایران در بخش بانوان خیلی پیشرفت کرده. الان ما حرف بیشتری برای گفتن در آسیا داریم. تمام دختران ما مثل مریم تو سیستی پیدیت و کولی هم بند خدا توانیستیم در مسابقات آسیا میدال کسب کنیم که انشالله در سال خیانده وضعیت دو میدانی در آسیا بهتر بشه. در مورد مسابقات اخیر چینتون میتونین توضیح بدین اینکه آیا عنوانی رو کسب کردین و اصلا چطور بود این مسابقات، چطور پیش رفت؟ خب مسابقات خیلی خوبی نبوده، به خاطر اینکه من قبلا آسیب دیدگی داشتم و نتونستم برای این مسابقات خوب آماده بشم. همونجا آسیب دیدگی من دوباره بازگشته و متاسفانه نتونستم عمل کرده خوبی داشته باشم. در مورد آینده ورزشی خودتون، نظرتون در ارتباط با این مسئله چیه؟ چطور میبینین آینده ورزشی خودتون رو؟ خب من الان 32 سالگی سن دارم. رشته پرتاب وزنه رشته خیلی از ورزشکاران سن بالا در این رشته شرکت میکنن. فکر میکنم تا 8 سال میتونم در مسابقات آسیایی مدال کسب کنم. یعنی با توجه به فرمایش شما، این فرصت زمانی که شما دارین فرصت بسیار مناسبیه برای پیشرفت های بیشتر، درست فرمودین؟ بله درسته، چون هرچه سن بیشتر می رود بالا، ورزشکار قوی تر می شود، تجربه بیشتر کسب می کنه و اگر خدا نکرد سلامتیشون مشکل داشته نباشه و انگیزه داشته باشه می تونه پیشرفت کنه. بسیار عالی. شما میدونین که سایت جهانی امداد قهرمانان هدف اصلیش احیای ورزشکاران و قهرمانهایی هستش که به نوعی به طریقی حالا از ورزش فاصله گرفتن، حالا به دلیل افسردگی، به دلیل بیماری، بالا رفتن سن و یا حتی بعضن اعتیاد. ما هدفمون احیا کردن و برگردوندن این بزرگواران به ورزشه و مخصوصاً بعد از اون نگه داشتن اونها در عرصه های ورزشیه. نظرتون راجع به سایت ما و عمل کرده بچه های ما در این سایت چیه؟ این کار بسیار خوب است، به خاطر اینکه واقعا خیلی از ورزشکاران بعد از اینکه ورزش کنار میذارن مشکلات زیاد در زندگی پیدا میکنن و کمک شما که انجام میدهید خیلی میتونید کمک بزرگی برای ورزشکاران باشه. آیا دوست دارین با این توصیف شما هم جزو همکاران ما در سایت، همکاران افتخاری ما در سایت جهانی امداد قهرمانان باشین؟ بله حتما، چون من خودم ورزشکار هستم و احتمال زیاد در آینده برم همون مشکل پیش بیاد و دوست دارم به بقیه ورزشکاران کمک کنم.
بسیار عالی، مایه افتخار ماست. و در ارتباط با کمپین ورزش سالم، عزیزان سایت جهانی امداد قهرمانان کمپینی رو در واقع طراحی کردند، راه اندازی کردند تحت عنوان کمپین ورزش سالم، و چشماندازی که از این کمپین در واقع انتظار میره حقیقتا رسیدن به ورزش سالم، دور شدن از داروهای غیر استاندارد، مکملهایی که خب به هر حال به نوعی آسیبات بسیار زیادی وارد میکنن به ورزشکاران ما، و همه هم میتونن در واقع در این ارتباط سهمی داشته باشن، ورزشکاران، ورزش دوستان، پزشکان متخصص ورزش، عزیزانی که در بخش تولیدات تجهیزات ورزشی کار میکنن، کسایی که باشگاه دارن و و همه حتی افراد معمولی میتونن جزو کمپین ورزش سالم باشن. ما خیلی دوست داریم از شما که یک بانوی قهرمان و مسلمان هستید دعوت بکنیم که در این کمپین با ما همراه باشید. دعوت ما رو میپذیرید؟ بله حتما، چون واقعا در ایران الان ما شاهد چند اتفاق بد بودیم که بابت مکمل افتاده بر ورزشکاران، و این میتونه خیلی کمک کنه که فرنگی استفاده کردن مکمل بین مردم راه بندازیم که سلامتیشون حفظ کنیم. بسیار عالی، متشکر از محبتتون، خیلی لطف کردین خانم رجبی عزیز، مرسی. خیلی ممنون از شما، انشاءالله موفق باشید.